آیت الله لزمان صافی گلپایگانی همگان را به تکریم روز مباهله دعوت کردند. معظم الله در پیامی 24 ذی‌الحجه سال روز واقعه عظیم مباهله اهل بیت پیامبر اسلام با مسیحیان نجران را همچون عید سعید قدیر با اهمیت معرفی کرده و خواستار تکریم این روز بزرگ شدند. ایشان در پیام خود این روز بزرگ و جاودانی را به عنوان عید معرفی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوان نفس نفیس پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله تبریک گفتند. در این پیام همچنین آمده است: در این روز بزرگ شیعیان و شیفتگان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام مجالس و محافل با شکوهی برپا کنند و درباره این موضوع مهم سخنرانان، نویسندگان و مادهان بگویند و بنویسند و سخن سرایی نمایند. گفتنی است 24 ذی‌الحجه سال 10 هجری پیامبر اسلام، امام علی، امام حسن، امام حسین و حضرت فاطمه زهرا علیهم السلام را به دستور خدای متعال جهت مباهله با مسیحیان نجران به همراه برد. اما مسیحیان با دیدن اهل بیت علیهم السلام از انجام مباهله منصرف شدند و به حقانیت دین اسلام و 5 تن آل عبا اعتراف کردند.